بیخانمانی در آمریکا یه معضل خیلی عجیبی شده. فقط در سال 2023 بیش از 650 هزار نفر در آمریکا بیخانمان بودن که از این تعداد بیش از 180 هزار نفر در کالیفرنیا زندگی میکنن. جالبه بدونین که لس آنجلس دارای بیشترین تعداد بیخانمانا در آمریکا هستش با بیش از 75 هزار نفر. امروز لس آنجلس سر میزنیم به محله خطرناک بیخانمانا و بعد از اون میریم به گرونترین محله این شهر، جایی که سلبریتی معروف هالیوودی و همچنین بیزینسمنای مولتی میلیاردر زندگی میکنن. با من همراه باشید. Facebook and bullshit raps. There was a time when MCs used to bust sick tracks. Nah, don't get mad, I'm not saying you can't spit. Some of you wasn't born in, some of you was kids. I was 15. آچه الان که دارم ویدیو میگیرم یه جوری دارم ریسکم میکنم، چون اینا بعضیشون حالت عادی هم ندارن، یهو ممکنه حمله کنن بهت، برام با شیشه نوشابه یا هر چیزی بندازن سمتت، اصلا نمیشه زیارم. فوشم میخوردی؟ فوشم فکرم دوستان فوش دادن. آره پدر تک حتی فوش به خاطر دوربینت بوده، به خاطر دوربین فوش داد دیگه. آره غریبه این تکیه سازه کاره چالوش نورد بچه این ور نگاه کنید چه خبره. شاید واسه تو سوال بشه که چرا این افراد بی خانمان هستن؟ از دلایلی که تو اینترنت گفته شده کمبود مسکن ارزون قیمت، فقر و بیکاری، بیماری‌های روانی و سوء مصرف مواد مخدر و همچنین خشونت خانگی هستش. یه مورد دیگه هم خودم بهش اضافه میکنم و اونم سبک زندگی افراد هستش. یعنی سریشون واقعا دوست دارن به این سبک زندگی بکنن و مالیات پرداخت نکنن و زندگی بی مسئولیتی داشته باشن. نظری گرفتم. اصلا غذا میدم بریم بگیریم؟ همون پارکه بود بهشون غذا میدم اگه میخوای پیادت میکنم، ولی من میرم تو به من خبر بدی کجایی. Bank accounts emptied out, I had to dug it out. Always had a way to make it work and find another route. If they don't credit me, I'm checking out these raps are just the thoughts. نظرش خیلی زیاده نه؟ به نظر من این دو خلوت‌تر هم شده، چون یه مقداری در واقع فشاری که در واقع از طرف مردم بود روی میئر لس آنجلس همین خانم کارن بس باس چی اسمش، یه مقدار دارن رسیدگی میکنن، به خصوص حالا هوملس هایی که مثلا سمت مناطق بهتر بود، سمت برنت بود، سمت مثلا سانتا مونیکا. اینو گرفت اینجا رو؟ نه اینو نگرفت. این بچه اینقدر زیاده همه خیابونا هم چرا همشون آبی رنگشون؟ حالا اکسشون سیاپوستن نه؟ اینا که الان کمتر سفید پوست اینا دیدن. آره ولی خب سفید پوست هم هست در واقع. آره بودن که هست. حالا اون کن... چیزی که داری میبینی اکثریت 90 درصد 95 درصد سیاه. آره اینجا خیلی خطریه بچه‌ها. اگه دیگه زنده نمونیم با شما اینجا بهشون غذا میدن. اینجا دارن غذا میدن بچه‌ها، نظرشون اینجاست. همه اینا میتونن اینجا غذا رایگان میگیرن. اینجا هم داره میده. دوشک ها چه حالی داره میکنه واسه خوش ها؟ دوشک ها رو گیر آورده اینجا انداخته است چه حال لکچریش بود. اگه کارت یه خانمانی داشته باشی بکنم میتونی بگیم به ما نمیدن؟ یه بخشیش از طرف دولته، از طرف شهرداری ساپورت میشه، یه سری آدم ها هم هستن که حالا به عنوان خیر و چریتی و اینا که دارن میان معمولا روزانه غذا پخش میکنن. من یه سری از دوستای خودم میدونم هفتگی این کار میکنن، از 300 تا غذا میارن هفتگی پخش میکنن توی خدا خیرشون بده، ولی خیلی زیاد تعدادشون نه بیشتر هم میشه. حالا حدود 20 کیلومتر رانندگی میکنیم به سمت بالاشهر لس آنجلس، جایی که هنرپیشه هالیوودی و خواننده مطرح دنیا در زندگی میکنن. معروف ترین و گرون ترین برندهای دنیا رو اینجا میتونیم پیدا کنیم، جایی که برند ایرانی و معروف بیژن هم حضور داره. خب بچه اومدیم تو منطقه بیولی هیلز، یکی از گرونترین مناطق لس آنجلس، از اون منطقه دور شدیم دیگه و اینجا یکی از معروف‌ترین خیابوناش هستش به اسم بیولی درایو. این خیابون به این درختای خیلی قشنگ نخلش معروفه که با نظم و ترتیب کنارم وایسادن رفتم تا اون آخر. الان میخوام با درون واسه تصویر هوای خوشگل بگیرم، بریم ببینیم حالش رو ببریم. I cherish the moment it's high stakes. I used to spend time on my time fake. The way speaker thumping it vibrate. She jumping my bones make it gyrate. So I know it's my time. این مجسمه منو یاد اون عکس معروفی میندازه که تو بازار تهران و کجا و یه نفر داره میره رو سرش کلی قابلمه هستش داره غذا میبره تو بازار. عکسش الان میذارم ببینید. قشنگ نماد اونه.
تو این خیابون رودو درایو که یکی از گرون قیمت ترین خیابون دنیا است و بهترین برندهای جهان وجود داره، ماشینای عجیب و غریب هم کم نداره. مثل بوگاتی بیژن که جوری نماد این خیابون شده و این ماشین جدیدی که من تا حالا ندیده بودمش. از برند فیسکر است، مدلش اوشنه و یه خاصیت خیلی خوبی داره. سقفش کلاً سولاره. می‌بینی اینجا؟ یعنی کلا وقتی اینا توی مناطقی مثل همین اله که میگردن انقدر آفتاب میخوره دیگه اصلا احتیاج نداره که شارژش کنه، راحت میتونه کلا بدون اینکه شارژ بشه تو خونه رانندگی کنه، ادامه مسیر رو بده. تو این خیابون معروف دو تا برند ایرانی هم وجود داره، یکیش امیری بود که بسته بود و برند بیژن که فقط با قرار قبلی میشه رفت. لابلای عکسی جلوی من دیدم اینجا، باید بهتون نشون بدم. خلاصه همین چیز اینجا پیدا میشه. قیمتش هم خیلی گرونه فکر میکنم. مثلا یه همین یه جفت شروع میگه 5000 تا. یعنی تو میای اینجا فکر قیمت نباشه آقا بگین چند. میگه من اینو خیلی میخوام کارت بکشم برم. اینجوری داستان. و تو این قسمت اسامی تمام کسایی که واسه شون لباس طراحی شده رو زدن. حالا خیلی اسم زیاد نمیتونم تون بخونم، ولی مثلا اون جوجبی میشه که گفتم اینجا هست. میبینید فرست لیدی باربارا، امپراتور ژاپن هم حتی واسه اش طراحی کردن، تایگر وودز، محمد بن سلمان هم اینجا واسه طراحی، واسه خیلی ها. بیل گیتس هم هست. خیلی اسامی. آرش کمانگیرش کو. ببین باراک اوباما هم اینجا خرید کرده. کلا اسامی خیلی زیاده. یه نکته خیلی جالب میخوام بهتون بگم، جلوی تمام مغازه این خیابون پارکومت نصب شده. تنها پارکومت که استایل و دیزاینش با بقیه مغازه ها فرق میکنه مربوط به همین بوتیک بیژن میشه که نگاه کنید رنگش زرده و پایش هم استیله، کاملا متفاوت. یکی از قشنگترین ساختمونه که من اینجا میبینم و تو شب خیلی قشنگه همین کوچی ازش. میبینید چقدر بزرگه و خیلی شیکه، به نظرم خیلی قشنگ درست کردن توش، بیرونش هم خیلی قشنگه. و من در اصل همه راه اومدم اینجا تا برند گلدن گوز رو بهتون نشون بدم. Facebook and bullshit raps. There was a time when MCs used to bust sick tracks. Nah, don't get mad, I'm not supporting. بله، بعضی از چادرها هم خیلی حرفه‌ایه، یعنی که قشنگ طرف واسه خودش زندگی رو برپا کرده. بعضیش هم خیلی کوچیکه. فکر کنم هرچی بیشتر میمونی لولت میره بالاتر، یه ذره حرفه‌ای‌تر میشی تو این کار. خوش خانم نیا کن. هر سمت رو نگاه میکنی یه چیزی میبینی خیلی زیاده. اینجا هم خیلی سمه بچه ها. میدید چی چلنج جالبه؟ تو مثلا میگی یک شب یه تا صبح اینجا بمونی. آرش اون آیدی هایی که داری قربونت واسه خود نگردم، من اصلا نمیتونم باید شریک کنم توی این آیدی ها. اسمش رو خورش چالش دیگه نیا کنی؟ ولی میخوای اینجا ای بی مثلا یه شب تا صبح بمونی بعد چی کنی؟ مثلا لباس مثل خودشون بپوشی دیگه، چیزای لاکچری نندازی بیا، خیلی معمولی. با اینکه در مورد هوملسا شنیدم، ولی این منطقه من تا حالا خودم نیومده بودم، یه ذره حقیقتش بیشتر شوک شدم. یعنی انتظار داشتم که ببینم، ولی الان خیلی بیشتر نزدیک یهو میبینی آدما رو که میبینی یو یه شوکی بهت میخوره. واو تو LA همچین چیزایی جالبه. یه مقدار که از این بی خانواده دور میشیم یه خیابون اونورتر که میریم برجای عظیم و زیبای مسکونی اداری میبینیم که نمای خیلی قشنگی از دور داره و واقعا آدم لذت میبره اینا نگاه میکنه. ولی خب وجود بی خانواده یه خیابون اونورترش یه تضاد عجیب و غریبی رو درست کرده. ولی اکثرشون یه رنگ و یه برزنت، من نه آبی رنگی داستانش چیه، انگار که مثلا یه جا کنار گرفتن یا کش رفتن، نمیدونم داستان چیه. یارو این وسط چیکار میکنه؟ چون نمیره. بعضیش هم ممکنه که خوش نمیخوام بندازن جلو ماشین دیگه، یا اینجوری پول بگیرن زد. در مورد هوملسا یا همون بی خانمانا، من نمیتونستم برم بینشون مثلا ویدیو بگیرم، خیلی خطرناکه. یعنی ممکنه که قاطی همین با ماشینم هم که میرفتی نم دیدی یا نه، یکی دو تاشون فوش میدادن. یعنی خب ببین حالت عادی نیستن، یا خیلی مستن یا خیلی از اون ور خیلی هایان، یه چیزی کشیدن بخوای بهشون ویدیو بگیرینا، یهو قاطی میکنم میزنن شتکت میکنم. هیچ آتیش گرفته چیزی.
I say want a meal ticket, I can see food. Everything I do, I see it. She in a black dress, I can see it through. She get a body type, a little preview. She like big rings, she got big dreams. She doing big. به این وسط بولوار چه نمادی زدم، من رشتم سریع. نماد فشن برند نه دقیقا چیه، ولی خلاصه کله هم نداره، اسم هم نداره. شده؟ کتا واکه نمیشه، بند خوده گربه گم شده. اسمش هم میوه بیچاره، اگه پیدا کردیم بچه به این شماره زنگ بزن. در مورد محله گرون قیمت و خونه‌های سلبریتی‌ها که همین حوالی وجود داره، تا دلتون بخواد من میتونم ویدیو بگیرم، ولی خب یواش یواش دیگه پروژه رو ببندیم. خب بچه‌ها پایین ویدیو رسید، امیدوارم که لذت برده باشین. تو این برنامه سعی کردم که هر دو قسمت سیاه و سفید شهر رو بهتون نشون بدم. خوشحال میشم که نظراتتون رو واسه من کامنت بذارین. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. خدافظ.